سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به مقدار پولی که باید با خودتون از ایران به کانادا بیارید صحبت بکنم. این مقدار پول به درد چی میخوره؟ معمولا وقتی که شما وارد کانادا میشین و حساب دانشجوییتون رو باز میکنید یه مقدار طول میکشه تا بتونید فاندتون رو از دانشگاه بگیرید. در نتیجه توی این مدت باید با هزینه شخصی خودتون بتونید زندگی بکنید، خونه کرایه بکنید، مواد غذایی بگیرید. امروز اولش میخوام یه دونه حساب کتاب با هم انجام بدیم و بعدش یه مبلغ نهایی بهتون بگم و اون مبلغی هم که خودم آوردم و تونستم باهاش اون فرصت اولیه رو سپری کنم رو بهتون میگم. توی ویدیو همراه من باشید. بفن هستم، دانشجوی دکترای دانشگاه مکمستر کانادا. اگر اولین بار یه ویدیو از این کانال میبینید خیلی خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید. من سعی میکنم محتوایی با بحث زندگی دانشجویی تو کانادا و اپلای به کانادا و دانشگاهی دیگه بسازم. همچنین پیج اینستاگرام و کانال تلگرام من هم هست، اونجا هم محتوای خیلی خوبی راجع به این موارد پیدا میکنید. خب بریم راجع به مقدار پولی که باید از ایران به کانادا بیارید صحبت بکنیم. همونطور که گفتم این پول صرف هزینه‌های خیلی اولیه شما میشه. یعنی بعد به ورود به کانادا شما یک سری هزینه‌های اضطراری دارید، مثل اجاره خونه، بستن قرارداد خونه و اجاره خونه، سیم کارت موبایل، یه سری بحث‌های ظرف و غذا و پوشاک و غذای اولیه و اینجور موارد. و خب تا این مدت رو باید سپری بکنید تا اینکه اون دانشگاه به هر حال حسابتون رو تایید بکنه، شما رو تایید بکنه و فاند رو به حسابتون بریزه. معمولاً حالا بسته به دانشگاه امکان داره یک هفته، دو هفته، حتی بیشتر هم طول بکشه. حالا تو این ویدیو میخوام من ریز اون هزینه ها رو بهتون بگم که اول یه حسابی با هم بکنیم، بعد خودتون میبینید که واقعا کمتر از اون مقداری که من در نهایت میگم بهتون بخواین بیارین واقعا کم میاد و نشدنی هستش. اولین موردی که میخوام بهش اشاره کنم بحث اجاره خونه شما و بستن قرارداد خونه هستش. شما وقتی وارد کانادا میشید، حالا اون هفته اول میتونید یه جایی بمونید، یه جایی موقتی، خونه دوستان، آشنایانی، یا حالا Airbnb بخواید بگیرین. و خب اگه Airbnb هم بخواید بگیرین یه مقدار این پولی که باید بیارین قاعدتاً بیشتر میشه. ولی حالا ما کیس رو میذاریم بر اساس اینکه شما خونه یه دوستتون میخواید بمونین به مدت یه هفته تا بتونین یک خونه پیدا بکنید. سیستم اجاره خونه ها معمولاً اینجا اینطوری هستش که وقتی شما قرارداد رو میبندید کرایه ماه اول یا کرایه ماه آخر یا کرایه ماه اول آخر، یعنی کرایه دو ماه رو ازتون میگیرن و دیگه هیچ پولی ازتون نمیگیرن. یعنی شما کرایه دو ماه رو پرداخت میکنید میرید توی خونه. اون مفاهیمی مثل پول پیش و اینجور چیزها رو نداریم اینجا. در نتیجه شما نیاز دارید که بتونید پول دو ماه رو حداقل به اون صاحبخونه بدید تا اجازه بده برید داخل خونه دیگه. من یه ویدئوی اجاره خونه و کرایه و اینجور چیزا ساخته بودم، اونجا قیمت ها رو با هم دیدیم که حدودا چقدر هستش. حالا برای شهر همیلتون تقریبا یه اتاق تک نفره حالا خوب بخواید پیدا بکنید، حالا بازم با همخونه هم حتی بخواید باشین، یعنی در واقع خودتون و یه همخونه، اون فرد تک نفر هولوش 600 700 تا باید بده. یعنی خود خونه $1500 هستش، حالا زیرزمین بخواد باشه یا وارد آپارتمان بخواد باشه. در نتیجه اگه هر کدومتون $700 $600 همچین اعدادی بخواید بدید و برای دو ماه هم اگه احیانا اون صاحبخونه ازتون بخواد، برای خونه باید 1200 تا 1300 تا 1500 تا احیانا کنار بذارید و بتونید، یعنی باید 1500 تا داشته باشید تا بتونید به اون صاحبخونه بدید. پس این شد مورد اول. یه نکته راجع به همون Airbnb بگم. اگه احیانا دوست آشنایی نداشتید و مجبور شدید که این مقدار توی Airbnb بمونید از این هتل‌های ارزون، اتاق‌های ارزون، خب اون پول Airbnb رو هم باید به پول این خونه‌تون جمع ببندید. مثلا 5 روز می‌خواید بمونید، 7 روز می‌خواید بمونید، یه مقدار مجبورید هزینه بیشتری بدید. و توصیه من هم اینه که توی ایران اقدام به اجاره خونه نکنید. یه مقدار اینجا خونه‌ها متفاوته، محله‌ها فرق می‌کنه. حالا مثلا می‌خوام توی ویدئوی جداگانه راجع به اینجور موارد توضیح بدم. پس هزینه خونه رو پوشش دادیم، میریم سراغ هزینه بعدی و مهمترین چیزی که شما بعد از ورود به کانادا باید بگیرید. حالا غیر از مثلا حساب باز کردن و در واقع گرفتن اون سین نامبر که من راجع به همه اینا در آینده توضیح میدم، شما باید برید و یک خط موبایل بگیرید. یعنی یک سیم کارت بگیرید و اون رو شارژش بکنید تا بتونید از اینترنت و موبایل استفاده بکنید. شما هر جایی بخواید برین همون بانک و سین نامبر و اینجور موارد از اون شماره موبایل میخوان. درنچه اولین چیز و مهمترین چیز گرفتن همون شماره موبایل و شارژ کردنش هستش. و خب حالا خطای موبایل اینجا خیلی متنوع هستش. من توی اون ویدئوی هزینه ها هم یه سری چیزا نشون داده بودم، دیتا و اینجور موارد که لینکش این بالا هستش. کلا هزینه موبایل بیشتر بر اساس دیتاش هستش و خود سیم کارت ها مثلا $3 $4 امکان داره توی از این فروشگاه های والمارت، دالاراما اینا پیدا بکنید و اون رو هم وقتی که میخواید باید شارژ بکنید. یعنی وقتی که حساب بانک رو باز کردید و حالا یه کارت به شما دادن، شما باید بریم و 25 دلار 30 دلار دیگه ارزون تریناش تقریبا همینقدر هستن بدید و موبایلتون رو شارژ بکنید و بتونید تماس داشته باشید. در نتیجه برای خط موبایل حالا هولوش 30 دلار الی 40 دلار نیاز دارید، همون بعد به ورود از جیبتون بدین، از پولی که با ایران آوردین بدین. اگه تا اینجای کار اطلاعات خوبی گرفتید و هنوز ویدیو رو لایک نکردید، خیلی خیلی خوشحال میشم این کارو انجام بدید و یک کامنت هم برام بذارید، چون که این کار به پیشرفت کانال خیلی کمک میکنه و اینکه باعث میشه من خیلی انگیزه بگیرم تا بتونم محتوای بهتری براتون تولید بکنم. بحث موبایل رو هم گفتم. مورد بعدی که باید بهش خیلی دقت بکنید بحث همون خوراک و در واقع مواد غذایی اولیه شما هستش. شما قاعدتاً توی اون مدتی که حالا فرض کنید که خونه‌تون رو هم گرفتید و وارد خونه شدین تا فاندتون بیاد یه مقدار نیاز دارید که مواد غذایی بخرید و چون که تو اون خونه هم هیچ مواد غذایی قاعدتاً نیست، یه مقدار خرج و مخارج شما روی این قضیه زیاد میشه، زیادتر از میانگین هفتگی شما توی ماه‌های بعد میشه. شاید مجبور بشید 100 دلار 200 دلار همون اوایل پول مواد غذایی بدید، مثل گوشت و مرغ و ماهی، به هر حال ادویه‌جات و روغن و یه سری وسایل حالا بهداشتی برای نظافت خونه، اینجور موارد هم هستش. در نتیجه همین عددی گفتم اولش 100 الی 200 دلار باید برای اینها بذارید کنار. یه نکته راجع به مواد غذایی بهتون بگم که سفارش دادن غذای بیرون اصلا به صرفه نیستش. شما درسته یه پیتزا رو توی سایت ها پیدا کنید 10 دلار 15 دلار، ولی اون وقتی که حالا بخواید مثلا با اوبر ایتس مثلا اون اسنپ فود میمونه سفارش بدین، اوبر یه حق ضمه خودش میگیره، دلیوری رو هم باید بدین، یه مقدار مالیات هم داره. یعنی پیتزای 15 دلاری امکان داره 40 دلار براتون تموم بشه و اتکا کردن روی غذا بیرون اصلا به صرفه نیست. و مورد بعدی هم بحث لوازم اولیه برای خونه و یه مقدار بحث پوشاک هم هستش. شما احیانا وقتی که از سفر از ایران میایین به کانادا قاعدتا یه مقدار ظرف و چنگال اینا با خودتون میارید برای همون مقدار اولیه، ولی خب این برای یه شب دو شب جواب هستش و شما توی دراز مدت مجبورید که در واقع ظرف‌های بیشتری داشته باشید، مثلا قابلمه بگیرید یا نمیدونم چند تا قاشنگال بیشتری بگیرید یا یه سری کلا ظرف‌های آشپزخونه و ظرف‌های اولیه، یه سری لوازم اولیه. احیانا خونه‌تون شاید تشک نداشته باشه و شما مجبور تشک بگیرید یا اینکه در واقع پتو، بالش، اینجور موارد یا لباس‌های گرم مثلا پالتو، اینجور موارد. اینها رو هم حالا بخواید جنس‌های ارزون بگیرید هولوش 200 300 دلار میشه و خب دیگه اینا ضروری هسته شما باید بگیرید دیگه، خصوصا توی اون استان‌های سردسیر مثل آلبرتا اگه بخواید برین قاعدتا لباس‌های گرم بیشتری اون همون اوایل باید بگیرید، خصوصا که ترم زمستون هم بخواید بیاید. در نتیجه همه این موارد جمع میشه و اون هزینه اولیه‌تون رو بالا میبره. خب یه چند نکته بهتون بگم، اینکه این هزینه ها بستگی به شهر شما خیلی فرق میتونه بکنه و بیشترین چیزی هم که این تغییر رو ایجاد میکنه همین بحث خونه هستش. اگه خونه‌ای که میخواین بگیرین گرونتر باشه یا احیانا فرنیشت نباشه، یعنی وسیله نداشته باشین توی اون خونه، شما مجبورید وسایل اولیه زیادی برای خونه بگیرید، مثل تخت و حالا تشک و به هر حال یا میز کار و اینجور موارد و همه اینها اون پول رو بیشتر میکنه. خود من به شخص این خونه‌ای که میخواستم بیام توش فرنیشت بود و حالا من یه خورده قبل سفرشون که میدونستم خونه فرنیشته و در واقع این داستانم اینطوری بود که هم خونه ایمون خونه رو اول گرفته بود، اون اومده بود گرفته بود و قبلش هم حالا توی ایران هم ما با هم صحبت کرده بودیم و خونه رو نشون کرده بودیم، میدونستیم که فرنیش هستش، یه سری تخت و میز و وسایل اولیه رو داره و سر همین قضیه دیگه پول سر اونجور موارد ندادم. آره الان که دارم خونه‌مو عوض میکنم توی یه ماه آینده یه سری وسیله دارم میخرم، تشک خریدم، حالا تو اینستاگرام خیلی عکسای بیشتری گذاشتم، تشک خریدم یا مثلا دنبال میز هستم احیانا و اینجور موارد، اون خرجا رو الان دارم انجام میدم. خب حالا میخوایم یه عدد کلی با هم برسیم که چقدر پول با خودمون بیاریم. مبلغی که حالا با توجه به این جنبندیایی که گفتم، هزینه یه در واقع خونه بین 1200 تا 1400 1500 تا احیانا بسته به شهر خیلی میتونه متفاوت باشه، بسته به نوع خونه میتونه خیلی متفاوت باشه، هزینه در واقع سیم کارت و اینجور موارد، هزینه غذاهای اولیه و هزینه در واقع پوشاک و لباس و اینجور موارد وسایل خونه. اینها رو اگه همه رو با هم جمع بزنید هولوش 2000 2500 دلار میشه و شما اگه از این مبالغ کمتر بیارید امکان داره پول کم بیارید و خب پول کم آوردن برای اول مهاجرت اونجایی هم که احیانا کسی رو نمیشناسید یه مقدار خطرناک هستش. خب حالا عددی که با هم به نتیجه رسیدین بین 2000 تا 2500 دلار هستش. از این مبالغ بیشتر بیارید خیلی به نفعتون میشه و خیلی کارتون راحت تر میشه. فقط یه نکته بهتون بگم که اگه از 10000 دلار دلار کانادا، 12000 دلار کانادا یا معادلش مثلا 5000 یورو، 5000 دلار آمریکا جمع بزنید از 10000 دلار کانادا بیشتر بشه و شما میخواین از این مبلغ 10000 دلار کانادا بیشتر بیارید، باید توی فرودگاه اصطلاحاً دیکلر بکنید، اعلام بکنید که اینقدر پول بیشتر از 10000 تا دارید. یه سری فرم هایی بهتون میدن و شما اونجا باید بگید که من اینقدر پول دارم با خودم وارد کشور میکنم و امکان داره یه سری سوالاتی از شما بپرسن که شما میتونید جواب اونها رو بگین که مثلا به عنوان هزینه‌های زندگی و تحصیل اولیه هستش و اینجور موارد، و هیچ مشکل خاصی هم غالبا نباید پیش بیاد طبق توضیحاتی که توی سایت ها نوشته. حالا من لینکش رو هم براتون میذارم. و یه مورد دیگه هم راجع به پولی که خودم آوردم بخوام بهتون بگم، مبلغی که من با خودم آوردم 2000 دلار کانادا بودش و 1100 دلار هم دلار آمریکا با خودم آوردم. و حالا چرا این ترکیب رو انتخاب کردم؟ اون 2000 دلار کانادا خب برای همون خرجای اولیه خیلی مناسب بود، سریع در واقع همون بعد به ورود 1580 تاش که بابت خونه رفت، کرایه 2 ماه رو من دادم و بقیه مبالغ هم صرف مثلا خرجای اولیه و لباس و یه سری وسایل اولیه برای زندگی توی خونه، حالا فرنیشتم شد در واقع خونه ای که تجهیزات داشت. و خب دانشگاه ما هم هلوش 1 ماه در واقع 1 هفته بعد فاند رو به حساب من واریز کرد، تقریبا زود واریز کرد. من در واقع ریز فاندم رو همینجا گذاشته بودم، دقیقا اونجا میتونید ببینید. من 8 مارس که وارد کانادا شدم، 1 هفته بعد 16 مارس تقریبا فاندم رو گرفتم و دیگه مشکلی نبود. و 1100 دلار هم دلار آمریکا که هنوز همون دلار رو دارم، دست نخورده تو بانک هست و حالا احیانا برای رفتن به خونه جدیدم شاید نیاز باشه یه مقداری به اون دست بزنم و یه سری وسایل رو باهاش بخرم، وسایلی که به هر حال مورد نیاز توی خونه هستش. یه نکته آخر هم بهتون بگم، این که سعی کنید یه مقدار پول دلار کانادا بیارید و یه مقدار پول هم حالا دلار آمریکا داشته باشید. حالا چرا اینو گفتم؟ یعنی بعضی هستن مثلا توصیه میکنن که دلار آمریکا با خودتون بیارید، اینجا نرخش بهتره، یا یورو با خودتون بیارید، یا حالا بیشتر همون دلار آمریکا بیارید نرخش بهتره. آره نرخش بهتر هستش و شما دلار آمریکا رو تو ایران بهتر میتونید بخرید، دلار کانادا این مقدار شاید کمیاب باشه و شاید با نرخ خوبی بهتون ندن. منتها یه مشکلی که وجود داره، اگه شما همه پولتون رو بخواید با دلار آمریکا وارد کانادا بکنید، همون اوایل شما یک چالشی خواهید داشت به نام صرافی. صرافی‌ها اینجا نرخ‌های متفاوتی دارن، نرخ تبدیلشون فرق میکنه، بانک‌ها هم مقدار نرخ تبدیلشون فرق میکنه، امکان داره ازتون پول بیشتری بگیرن و شما خصوصا چون که تازه کار هم هستید، احیانا 2 روز 3 روز اومدید توی کانادا و کلی کار هم پیش روتون دارید، کارهای نظیر مثلا خرید در واقع اجاره خونه، خرید وسایل، ثبت نام دانشگاه، آشنا شدن با محیط، احیانا این کلاساتون هم شروع شده باشه، کلاس هم دارید و خب یه دوران خیلی پرفشاری خواهد بود. در نتیجه شما سعی کنید که دلار کانادا حالا 2000 تا 3000 تا با خودتون داشته باشید که این خرجای اولیه رو بدید و دیگه درگیر صرافی یه کار اضافه نشید. خصوصا خب شما چون که تازه کار هم هستید، امکان داره این صراف ها به هر حال نام دلال هستن دیگه، امکان داره یه مقدار نرخ بیشتری ازتون بگیرن یا به هر حال یه مقدار سوء استفاده مالی بشید همون اوایل کار، که خب به هر حال باید شما جلوش رو بگیرید و سعی کنید که این ریسکا رو کمتر بکنید دیگه. من خودم به شخصه از این مبلغ پولی که آوردم 2000 دلار کانادا و 1100 دلار آمریکا راضی بودم و کارم خیلی خوب راه افتاد. شما مگه همچین حالا اگه مثلا بستگی به بودجه مالیتون داره دیگه، چی بیشتر بیارید بهتر، ولی خب اگه به هر حال نمیخواید پول زیادی بیارید، یعنی نمیتونید پول زیادی بیارید دیگه، حداقل 2000 یا دیگه 3000 دلار کانادا رو با خودتون باید بیارید تا یه آپشن سیف و امنی باشه براتون. خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو رو دیدید، امیدوارم که اطلاعات مفید بوده باشه و بتونه به شما کمک بکنه. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید یا اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردید، خیلی خوشحال میشم این کار رو انجام بدید که حمایت های شما باعث میشه که این کانال پیشرفت کنه و من هم بتونم محتواهای بهتری براتون تولید بکنم. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.